اون شب که آخرین شب زندگی آقا محمد خان قاجار به شمار می اومد، شب شنبه 21 ماه ذیحجه سال 1211 هجری یا ذیحجه سال 1212 هجری قمری بود. برنامه زندگی خواجه قاجار در اون شب با شبهای دیگه هیچ فرقی نداشت و مثل شبهای گذشته بعد از اینکه هوا تاریک می شد و چراغ‌ها رو روشن می کردن نماز رو می خواندن. پس از خوندن نماز وزیر ارومیه رو پذیرفت و وزیر ارومیه در بعضی از ولایات ایران عهده‌دار وصول مالیات بود. در اون شب آقا محمد خان قاجار وزیر ارومیه رو به حضور پذیرفت و اون مرد حساب مالیات ارومیه رو به نظر خواجه قاجار رسوند و از چند تن از عمرای افشار که مقیم منطقه ارومیه بودن شکایت کرد و گفت اونها مالیات خودشون رو پرداخت نمی کنند. در روزهای آخر عمر آقا محمد خان قاجار وصول مالیات مانند دوره نادرشاه سخت نبود و مردی که نمی تونست مالیات خودش رو یک بار پرداخت کنه از اون قبول می کردن که با چند قسط پرداخت کنه. آقا محمد خان قاجار به وزیر ارومیه گفت میخواستی مالیات رو به اقساط از خانهای ارومیه بگیری؟ اون گفت من حاضر به تقسیم شدم ولی اونها اقساط رو پرداخت نکردن، در صورتی که همه اونها دارای بضاعت مالی هستند و پرداخت مالیات از طرف اونها یک عمل شاق نیست. خواجه قاجار گفت اگر اونها بضاعت داشته باشن من مالیات رو از اونها خواهم گرفت و اگر بضاعت نداشته باشن نباید به اونها فشار وارد کرد. شخصی که این حرف رو میزد همون از که میخواست در لاریجان املاک مالکین بزرگ آنجا رو تصاحب کنند و همان از که فرمان قتل عام سکنه کرمان و تفلیس را صادر کرد. و انسان وقتی این دو عمل متغایر را از خواجه قاجار میبینه فکر میکنه که چگونه میتوانه راجع به اون قضاوت نماید. ولی واقعیت این است که خواجه قاجار با اینکه املاک مالکین بزرگ رو به تصرف در میآورد در مورد وصول مالیات در آخر عمر خیلی سختگیر نبود. بعد از اینکه وزیر ارومیه رفت آقا محمد خان قاجار غذا خواست و غذای اون رو آوردن و به تنهایی صرف غذا نمود و بعد از اینکه سفره رو برچیدن خواجه قاجار از اونجا بلند شد و به طرف اتاق دیگه که بستر خوابش در اونجا بود رفت و شیخ جعفر تنکابونی کتابخانه خواجه قاجار که در اون اتاق نشسته بود از جا برخاست و دو دست را بر سینه نهاد و سر فرود آورد. در شهرها شیخ جعفر تنکابونی در آخر شب در اتاق خواب خواجه قاجار حضور به هم میرسانی، چون میدانست که آقا محمد خان باید هر شب مقداری از کتاب را بشنود تا اینکه خوابش ببرد. شیخ جعفر تنکابونی نگفته است که در آن شب چه کتابی را برای آقا محمد خان خوانده. در آن شب که 21 ماه ذیحجه بود و راجع به سال آن در بین مورخین اختلاف وجود دارد، صادق خان نهاوندی و دو فراش خلوت را تحت تاثیر قرار دادند. اما رئیس فراشان خلوت، فراش باشی خلوت، آنطور که باید بر آنها سخت نگرفت و علتش هم قطاری بودن با آنها بود. صادقان نهاوندی نایب فراشخانه خلوت به شمار می آمد و در تمام دوره زمامداری آقا محمد خان با فراش خلوت دوست بود. فراش باشی خلوت نمی توانست که صادقان نهاوندی و دو نفر دیگر را مقید به زنجیر نماید و دو پای آنها را در بند کند. فراش باشی خلوت که به اون و نقچی هم می گفتن به این اکتفا کرد که آن سه نفر را در اتاقی جا بدهد و یک نگهبان مقابل اتاق آنها بگمارد و زندانی ها در اتاق آزاد بودند و می توانستن راه بروند و بخوابند. صادقان نهاوندی در اون شب به دو نفر دیگر گفت که ما فردا صبح کشته خواهیم شد، چون به طوری که شنیدید آقا محمد خان قاجار به آن مرد گفت که من 200 تومان را بعد از کشته شدن ما از اموال ما برداشت خواهم کرد. یکی از فراش خلوت ها گفت اگر ما فردا صبح گریه و التماس بکنیم ممکن است که آقا محمد خان ما را ببخشد. صادقان نهاوندی گفت تو این خواجه را مثل من نمیشناسی و اگر او را چون من میشناختی این حرف را نمیزدی. تو اولا فردا صبح آقا محمد خان را نخواهی دید و تو را از این اتاق خارج میکنن و به دست دژقی میسپارن تا اینکه به قتل برسانند. او هم به طوری که میدانی از زاری و التماس تو به ترحم نمیآید و از کشتن تو صرف نظر نمیکند، اما اگر پولی به او بدهی تو را طوری خواهد کشت که کمتر زجر بکشی. ثانیاً به فرض اینکه تو آقا محمد خان را ببینی و گریه و التماس کنی او صرف نظر نخواهد کرد، چون امشب گفت که تو را خواهد کشت و تصمیم این مرد خواجه که ذره ای از ترحم در قلبش وجود ندارد تغییر نمی کند. فقط در یک صورت ممکن است که این مرد خواجه از قتل تو صرف نظر نماید و آن این است که شخصی که نزد آقا محمد خان مقرب می باشد از تو شفاعت کند. در آن صورت او از کشتن تو صرف نظر نخواهد کرد ولی دستت را خواهد برید و وقتی تو دست نداشته باشی
دیگر فراش خلوت نخواهی بود. فراش خلوت دیگر گفت: ما که دزدی نکرده ایم تا اینکه دست ما رو ببرند. صادق خان نهاوندی اظهار کرد: این مرد خواجه عمل ما را چیزی میداند بدتر از دزدی، چون اگر فقط ما را دزد میدانست نمیگفت که ما را خواهد کشت، زیرا دزد را نمیکشند و دستش را میبرند. بعد صادق خان نهاوندی اظهار کرد: ما اگر بخواهیم زنده بمانیم و مرتبه دیگر زن و فرزندان خود را ببینیم، باید جرأت به خرج بدهیم و همین امشب این خواجه بی‌رحم و حریص را از بین ببریم. فراش خلوت دوم گفت: آیا شما پیشبینی نمی کنید که بعد از کشته شدن آقا محمد خان برادرزاده اش خان بابا جهانبانی پادشاه خواهد شد؟ صادق خان نهاوندی گفت: خان بابا جهانبانی در شیراز است و ما در اینجا هستیم و تا خبر کشته شدن آقا محمد خان به شیراز برسد و خان بابا جهانبانی به فکر سلطنت بیفتد، ما به جایی امن و راحت رسیده ایم. صادق خان نهاوندی حس می کرد که دو فراش خلوت که شریک سرقت او بودند می ترسند و به این که می دانند که فردا صبح کشته خواهند شد نمی خواهند که با قتل آقا محمد خان خود را از کشته شدن نجات بدهند. نایب فراش خانه خلوت نمی توانست که به تنهایی مبادرت به قتل آقا محمد خان بکند. برای این که درب زندان آنها پاسدار بود، وی باید دو نگهبان دیگر را که مقابل اتاق خواجه قاجار پاسداری می کردند از پای در می آورد تا اینکه بتواند خود را بر بالین آقا محمد خان برساند و کارش را بسازد. اما اگر آن فراش خلوت ها با او هم دست می شدند، از پا در آوردن نگهبانان امکان پذیر می شد. اگر در شوشی انضباطی مانند اردوگاه‌های آقا محمد خان قاجار وجود داشت، محال بود که صادق خان نهاوندی بتواند با کمک دو نفر دیگر خواجه قاجار را به قتل برسوند، چون در اردوگاه هنگام شب هیچ موجودی نمیتوانست به خوابگاه آقا محمد خان قاجار نزدیک شود مگر اینکه پرنده باشد. اما در شوشی آن انضباط حکم فرمان نبود و فقط دو نفر مقابل خوابگاه خواجه قاجار نگهبانی میکردند. صادق خان نهاوندی میدانست که اگر بخواهد یک نگهبان را بدون اینکه بتواند صدایی برآورد به قتل برساند، باید با یک ضربه کارت حلقومش را قطع کند. نایب فراش خانه خلوت شنیده بود که در شب قتل نادرشاه افشار، عمرایی که برای قتل اون هم دست شدن، نگهبان پشت خیمه نادر را به همین ترتیب از پای درآوردند. صادق خان نهاوندی میدونست که خواب آقا محمد خان سبک است و یک صدای کوچک او را از خواب بیدار میکند. لذا هنگام شب اطراف خوابگاه خواجه قاجار در شهرها سکوت کامل برقرار میشد و صدایی بر نمیخواست تا اینکه آقا محمد خان از خواب بیدار نشود و بیخواب نشود. نایب فراشخانه خلوت اطلاع داشت که کوچکترین صدای نگهبانان آقا محمد خان را بیدار میکند و باید طوری به سرعت نگهبانان را از صدا انداخت که آنها حتی فرصت خرخر کردن هم نداشته باشند. زندان صادق خان و دو نفر دیگر از خوابگاه آقا محمد خان دور بود و اگر نگهبان مقابل زندان فریاد میزد به گوش خواجه قاجار نمیرسید، اما دیگران میشنیدند و میآمدند و آن سه نفر را که قصد رفتن داشتند دستگیر میکردند. لذا صادق خان نهاوندی پیش بینی میکرد که نگهبان مقابل زندان هم باید بی صدا به خط برسد تا اینکه با فریاد خود دیگران را مطلع نماید. با اینکه دو فراش خلوت میدانستند که فردا صبح کشته میشوند، جرأت نداشتند که برای کشتن آقا محمد خان قاجار از اتاقی که در آن زندانی بودند خارج شوند. صادق خان نهاوندی گفت: شما که میترسید بعد از کشتن آقا محمد خان شما را به قتل برسانند، فردا صبح را به خاطر بیاورید. کشته شدن من و شما دو نفر در بامداد فردا واقعی است مسلم و فردا همین که آفتاب طلوع کرد ما سه نفر را به جلاد می سپرند. اما کشته شدن ما به جرم قتل این مرد خواجه واقعی است احتمالی و مدتی طول می کشد تا اینکه ما را پیدا کنند و دستگیر نمایند و به قتل برسانند و ما در آن مدت از زندگی بهره‌مند خواهیم شد و با پول و جواهراتی که از اینجا خواهیم برد با خوشی زندگی خواهیم کرد. و آیا برای شما چند ماه زندگی خوش و بدون دغدغه ارزش ندارد؟ استدلال اخیر صادق خان نهاوندی در آن دو نفر تأثیر کرد و موافقت نمودند که آن شب به اتفاق صادق خان نهاوندی بروند و آقا محمد خان قاجار را به قتل برسانند و بدون لحظه درنگ از شوشی خارج شدند. برنامه حمله به نگهبان را معین کردند و قرار شد که صادق خان نهاوندی کارد را از کمر نگهبان بکشد و حلقومش را قطع نماید، زیرا دو فراش خلوت اظهار کردند که ما نمیتوانیم هم قطار خود را به قتل برسانیم. صادق خان و دو نفر دیگر بعد از کشتن فراش خلوت و به دست آوردن کارد و شمشیر باید طوری به دو سرباز نگهبان نزدیک میشدند که موجب سوءظن آنها نشود و باید طوری آن دو را به قتل میرسانند که نتوانند فریاد بزنند و تفنگ از دستشان بر زمین نیفتد، چون صدای سقوط تفنگ خواجه قاجار را بیدار میکرد. عاقبت صادق خان نهاوندی که از حیث هوش و اطلاع برتر از دو نفر دیگر بود، نقشه ساکت کردن دو نگهبان درب اتاق خواجه قاجار را اینطوری طراحی کرد:
چون آن سه نفر دارای لباس متحدل شکل فراشان خلوت هستند، اگر صادق خان نهاوندی نامه‌ای به دست بگیرد و به سوی اتاق خواجه قاجار برود و آن دو نفر در قفای شرکت کنند، چون نگهبانان از موضوع توقیف آن سه نفر اطلاع ندارند و فقط فراش خلوت ها مطلع هستند، تصور می نمایند که نایب فراشخانه خلوت در آن موقع شب می خواهد نامه‌ای را به خواجه قاجار بدهد که تأخیر آن تا صبح جایز نیست. و آن نامه مربوط به یک موضوع بسیار با اهمیت است که باید در همان ساعت به اطلاع خواجه قاجار برسد. این است که نگهبانان بدون سوءظن و بی آن که بانگ بزنند صبر می کنند تا آن سه نفر با آنان نزدیک شوند. بعد از اینکه نزدیک شدن، صادق خان نهاوندی آهسته با یکی از نگهبانان صحبت می کند. صادق خان نامه را در دست چپ خود خواهد داشت و دست راست او آزاد خواهد بود. دو نفر دیگر باید مواظب باشند که وقتی صادق خان نامه را بلند کرد و مقابل چشم نگهبان قرار داد و گفت نگاه کن که نامه را کی فرستاده است، آن دو نفر باید به نگهبان دوم حمله ور شوند و یکی دهانش را محکم بگیرد و دیگری کارد را از کمر همان نگهبان بکشد و حلقومش را قطع کند. و شخصی که حلقوم نگهبان را قطع می کند باید تفنگش را بگیرد که بر زمین نیفتد. آنچه سبب شد که در آن شب آن سه نفر بتوانند آن برنامه سوی قصد دشوار را به موقع اجرا بگذارند دو چیز بود. یکی همان طور که گفته شد حس همقطاری فراش باشی خلوت که آن سه نفر را در یک محل مضبوط نگه داشته بود و در را برایشان قفل نکرده بود و به گماشن یک نگهبان مقابل اتاقشان اکتفا نمود. دوم اینکه آنها فراش خلوت بودند و یونیفرم رسمی فراشان خلوت را بر تن داشتند و دو نگهبان اتاق خواجه قاجار از توقیف آن سه نفر بدون اطلاع بودند و نمی دونستند که اونها مغضوب هستند و فردا باید مجازات بشوند. برنامه سوی قصد به طوری که صادق خان نهاوندی طرح کرده بود آغاز شد و آن سه نفر از ناامیدی خود برای قتل سه نفر آماده کردند تا اینکه بتوانند وارد اتاق آقا محمد خان شوند. در آخرین لحظه صادق خان نهاوندی با آن دو نفر گفت ممکن از هنگامی که ما می‌خواهیم دو نگهبان اتاق آقا محمد خان را ساکت کنیم صدایی برخیزد و آقا محمد خان بیدار شود و خدمه خود را احضار نماید و اگر آن طور شد ما باید بدون لحظه تأمل وارد اتاق خواجه بشویم و او را به قتل برسانیم، چون علاوه بر اینکه انتقام خود را قبل از کشته شدن می‌گیریم، به احتمال زیاد بعد از کشته شدن آقا محمد خان طوری اوضاع اینجا نامنظم می‌شود که کسی در صدد دستگیری و کشتن ما بر نخواهد آمد.